لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله طیبین الطاهرین ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. بنده خواستم یک چند دقیقه به احترام تشریف فرمایی عزیزانی که قدم رنج فرمودن عرض سلامی و اظهار تقدیری شما رو به خدا بسپاریم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته. خدا را بر این موهبت شاکریم که از شاگردان مکتب خاتم انبیا هستیم، از شاگردان مکتب صادق آل محمدیم. خیلی افتخار. برای افراد بیدار خیلی افتخار است، ولیکن بعد از ولیکن امام صادق فرمود که شیعیان ما، شما در عملتون معرف ما باشی، رفتاری نداشته باشی، روشی در اجتماع نداشته باشی، طوری نباشید که دشمنان ببینن بگن این ها از کجا بر این ها کیان، این ها تابع کیان، این ها اینجور اشترگاه پلنگ هستن، چرا خود رو بار آمدن، چرا انسان نیستن، رفتارشون، گفتارشون، صورتشون، سیرتشون، ظاهرشون، باطنشون، زنشون، فرزندشون، کسب و کارشون، معاشرتشون، چرا اینجوری هم؟ اینا کی هم؟ اینا شیعه هم. شیعه کیه؟ شیعه رو بیان فرمودن از شیعتو من شایع علی یا اینا پیروه علی و پیرو امام صادق هستند. ای اینها هستن، امامشون میگن اینجوری باشید اینا. خب دیگه هر کسی، چون امام الان این الفاظ به حسب اون لغت اولی در معنای مصطلحی به کار میرود که بخواهیم برویم به ریشه یابی اون لغت اصیلش، ارتباط داره، نسبت داره. بی جهت یک انسان سرمشق رو نمیگن امام،
اصلا امام در لغت عرب نجار که میخواد چوبی را تخته ای را اره کند یه نشانه میگذارد بالای اون تخته و اون نشانه را نگاه میکند و اره را میآورد میرود که کج نرود، اون نشانه را میگن امام، که اون نشانه نمیگذاره این کج و موج حرکت کنه، این رو میگن امام. و همینطور آمده به مناسبت سرمشق انسانها اسمش شده امام، و سرمشق انسان سرمشق انسان به اسم دیگرم هست، ترازو، میزان. در قرآن کریم حرف میزان و موازین قسط، ترازوهای عدل، که یک قیراط این ترازو کم و زیاد، خلاف، اعوجاج، دغلی در اون راه نداره، ترازوی عدل است. و همین بزرگوار حضرت امام صادق فرمود نحن الموازین القسط، نحن پیغمبر اکرم، امام امیرالمومنین و دیگر حجج الهیه، اینها ترازوی عدل انسان سنجن. یه وقتی میخوای کاه بسنجی، خب اون ترازوی زنبیلی خیلیه براش، اونجا هم یه کیلو هم مشامهه بشه کاهه. متا هرچه سنگین تر، گرون قدر تر، میبینید که ترازو دقیق تر و مشامهه کمتر، مشامهه پذیر نی. اینجا کاه را، یک من را مشامهه میکنی، کاهه، یک من کم و زیادش مهم نی، اما میرسی به متاعی که به یک مثقال یا یک مثقال را مشامهه نمیکنی. این تلاش یه مثقال جای مشامهه نیست که، اونجا حرف نخود و غیراته. و مهمترین متاع، سنگینترین متاع در نظام هستی جنابعالی هستی. شما را باید که چه ترازوی بسنجد؟ با ترازوی زنبیلی نمیشه، با ترازوهای متعارف دیگر نمیشه، با این قفونها نمیشه، اینها نی. ترازوی شما را، ترازوی انسان سنج را خیلی گرانقدر است دیگه، انسان است، خیلی گرانقدر است، از هر متاعی گرامیتر و گرانقدرتر است. ترازوی شما را، این ترازوی انسان سنج را خداوند فرمود این ترازو را اون آهنگر مثلا، اون صاحب صنعت، اون قلمکار، اون هنرمند، اون کار اینها نیست، اونها نمیتونن ترازوی آدم سنج بسازن، کار هیچ کس نیست. پیش هر استاد فنان ماهری بروید، اونها نمیتونن ترازوی انسان سنج بسازن، امکان نداره. خداوند دست همه رو کنار گذاشته بود و عذر همه را خواسته، فرمود تنها کسی که ترازوی انسان سنج می سازد و می داند، می سازد، ترازو ترازوست، شما باید خودتون را در این ترازو با این ترازو بسنجید، خدا فرمود منم، اون ترازو رو من می سازم. این ترازوی شما جناب خدا چه ترازویه؟ فرمود ترازویش از جنس شما، بله، هر ترازویی جنس متاعش، کالاش، از جنس شما. نحن الموازین القسط، اون ترازو پیغمبر خاتمه، شما باید خودتون رو به او بسنجید، ببینید که برای شما ارزش قائل است یا لم نجد له یوم القیامت وزنا، فرد وزنی نداره، این آدم نیست که، نه حقیقتی داره، نه عدالتی داره، نه انسانیتی داره، نه ادبی داره، نه چیزی آموخته. لم نجد له یوم القیامت وزنا، قرآن هیچ ارزشی، وزنی نداره،
ببین انسان وزن چقدره، این ترازوهایی که آقا میره با میسته و بعد میگه چند کیلوه، اینها انسان سنج نیست. یه گاو رو اونجا بگذاری میگه چند کیلوه، یه بره و یه گوسفند بگذاری میگه چند کیلوه. این حقیقت جناب‌عالی انسان نیست. حقیقت شما اونیست که همه حیوانات اسیر شما هستن، اسیر اون حقیقت هستن. حقیقت شما اون حقیقتیست که دریایی و صحرایی اسیر شما هستن. حقیقت شما اون حقیقتیست که میبینی زمین و آسمان و ستارگان همه اسیر شما هستن، همه اسیر شما. اون حقیقته. اون سنگین هست یا نه؟ اون وزنی دارد یا نه؟ اون چیزی آموخته یا نه؟ اون علم و کمالی به دست آورده یا نه؟ او تحصیل تقوا و معارف کرده یا نه؟ انسانیت او وزنی دارد یا نه؟ در بخور بخورش که گاو خوشالف هر چی پیش آمد، در کسب و کارش که بدون اینکه کارهاشو بو بکشه، این چه وزنی داره؟ حیوانات مگه چطوره؟ یه خرس و یه پلنگ مگه چطوره؟ اونها هم میپرن، میدرن، میجهن، میقرن، میخورن، درندن، مفترسن، درندن. اونها چقدر انسانن؟ یه حیوان مفترس چقدر انسانه؟ میفرمود هیچی. حالا یه انسان هم به تعبیر حضرات منطق اونها حق دارن، مطابق فنشون حق دارن که بگوین حیوان ناطق، چون اون در مقام معرفی حقیقت انسان نیست، در باره تمیز اشیاس از یک دیگر. جماد رو تعریف میکنه، نبات رو تعریف میکنه، میاد حیوان رو تعریف میکنه، یه حیوان میبینه که شیه میکشه، میگه حیوان ساحل اسبه. یه حیوان را میبینی معرفی میکنه که حیوان ناهقه، چارپاس، هماره. یه حیوان را میبینی تعریف میکنه که خائره، گاو بانگ میکنه. اینها حیوانات. به یه حیوان میرسه، اینم حیوان جانداره، حرف میزنه، میگه حیوان ناطقه، یعنی جانور گویاست. جانور گویا بودن حد انسانی انسان نیست. حد انسان به مذهب عامه، عامه مردم، حیوانیست مستوی القامه، پهناخن، برهنتن، از مو به دو پا، رهسپر، به خانه بکو، هر که را بمگرن که انسان است، به گمانشون رسد که انسان است. این اندازه انسان نیست. به همین اندازه که ناخن پهن داره و روی دو پا راه میره و حرف میزنه، به همین مقدار انسان است، انسان نیست. بعد میبینی مشهور میشه لم نجد له یوم القیامت وزنا، انسانیتش وزنی نداره. کمال انسانیت تا چه اندازه؟ خودتون را به ترازوی عدل الهی که انسان سنج است، نحن الموازین القسط، یعنی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله، یعنی قرآن، خودتون را با این ترازوی قرآن انسان سنج بسنجید، ببینید چقدر وزن دارید. اون ملاک است عزیز من، آقای من، برادر من، خواهر من، عزیزان من. یا ایها النبی، قرآن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. کلام خدا، بیان حق، معرفی مقام خاتم انبیا. یا ایها النبی، ای پیغمبر، ای واسطه ی فیض، ای انسان کامل، ای ترازوی عدل الهی، انا ارسلناک شاهدا، ما شما رو فرستادیم که مردم تو رو ببینن و بگن انسان یعنی این، شاهد مردم باشی.
اینو میگن انسان. مبشر مردم را به عواقب خوششون بشارت بدهد و عوالمشون بشارت بدهد و قرآن بشارت میدهد شما باید بکوشید که انسان قرآنی بشوید. انسان قرآنی بشوید. کتاب وجودتون رو فهمیده ورق بزنید ببینید انسان قرآنی هستی، وگرنه حیوانات فراوانن هستن. و این حیوان کارش بدتر از اون حیوانه، چون باطنه به ازدال به هوش و هوشلت انسانها انسانهای محشور میشه بر اونجا حیوانات وحوش و چه وحوشی و مطابق ملکاتشون چی شدن که قرآن میفرماید که از این اعمال بدتون، نیات بدتون، خوراک بدتون، کسب و کار بدتون، اهداف غلطتون، اینها سازنده انسان هست. طور خودتون ساختید که اونجا میبینی برادر از برادر فرار میکنه، میبینی این پلنگ نیست، برادر توست. نه پس پلنگ میگه خودش پلنگ ساخته، اینجا خودش پلنگ ساخت. پدر از فرزند، فرزند از پدر، این کیه اینجور میگه؟ پدر تو، این که گرگه. بله ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از اون خواب گران. همسر از همسرش، زن اومد از دیفرا، این کی زن توست، این که این چون درنده و چونی و اینا. داریم ما شب روز خودمون رو میسازیم در این نظام احسن اله و ببینید چگونه خودمون رو میسازید. اعمال شما اینجا ملکاتی میشود که اون ملکات بذر سوبرساز اونجا هستند. من نمیدونم به چه زبان تعبیر کنم. حرکات ما، حرفای ما، خوراکهای ما، نیات ما در اینجا، در این رحم عالم طبیعت، ما داریم خودمون رو طوری میسازیم که در ماورای این طبیعت این ملکاتی که اینجا گرد آوردیم انباشته در ما همه سبز میشود. حالا این تخمن، همه این ملکات ما همه تخمن. حالا هیچ کس به کسی کاری نداشته باشه، بدانید عزیزان من که هر کسی مهمان سفره خودشه، هر کسی مهمان سفره خودشه. ببینید تخمایی که کاشتید چیه. هر کسی مهمان سفره خودشه، به دیگری کاری نداشته باشید. الان چگونه هر کسی برای خودشه؟ حالا یکی رفته دنبال ویلگردی، هر چه کسب کرده خودشه، یکی رفته دنبال معارف، حقایق، راستی، درستی، تقوا، هر چه کسب کرده خودشه. این دو نفر هم با هم دیگر بوده باشن، این حشر این نیست که این پهلوی اون نشسته، حشر این نیست که با او محشوره، حشر با ملکات او، حشر با پیغمبر، یعنی به صفات و آداب حضرت خاتم انبیا متصف بوده باشید و متعدب بوده باشید. نه اینکه پهلوش حالا یه کافری پهلوی پیغمبر، اینکه حشر با پیغمبر نداره که. حشر با پیغمبر کسب معارف پیغمبره، حقایق پیغمبره. یه انسان زحمت کشیده، درس خونده، به مراحل عالی رسیده، یه آدم عوام، یه آدم بی سواد کنارش بشینه، اینکه حشر با او نداره. اما اونی که سالیانی در مکتب او شاگردی کرده، معارف او رو کسب کرده، از او گرفته، به صفات او متصف است، این با او مشهوره. اونی که در کنارش نشسته چی با میشه؟ سنگی مثل یه جمادی، یه چوبی کنارش نشسته. هشته با پیغمبر چی میپنداری؟ شفاعت هم همینطوره. شفاعت اینطور نیست که مثلا شبیه به امور اینجا که میبینی، بله یه پسری نسبت به پدری جسارت کرده، بله پدر عصبانی شده، مثلا عمو میآید دست اون پسر رو میگیره میاد پیش داداشش، این یه بار ایشون رو به من ببخشید غلط کرده، دیگه این بیادبی نسبت به شما روانه میدارد. این طوری ها به قول بعضی از بزرگان اساتید ما همچو پنداری نداشته باشید که شفاعت در اونجا یه نوع پارتی بازیه که هر غلطی رو طرف بخواد هر چه بکنه و یه پندار عوامانه بر سرش که خب من
از امت پیغمبر خاتم هم ایشون اونجا شفاعت خواهی میکنه، دست منو میگیره میبره بله پیش خدا، با خدا هم اونجا روی تختی نشه. یه چیزهایی پنداری شبیه امور اینجا رو اصل قرار میدن و اونجا رو با این قیاس میکنن، دست ما رو میگیره ایشون از امت من هم. بله بد کرده غلط کرده یه بار ایشون اینطوری نیست آقا که یه پارتی بازی فکر بفرمایی و شما خیلی باید حرف بشنوی، شما باید که از علمای بلادتون خیلی استفاده ببرید، اون بزرگواران را، روحانیون بلاد شما را، شهر شما اونها را خداوند برای نجات شما به اونجا رسونده، اونها را دریابی، شب و روز یک ساعت در محضرشون باشی، از اونها بخواهید قرآن را برای شما پیاده کنن، از روحانیونتون استفاده بفرمایید، اونها را نگذارید برای یه وقتی که بنده خدای مرحوم شده برای ایشون دعوت کنید بیایید نمیدونم برای روزه ای بخونه، برای من چه میدونم مثلا دکوربندی مجلس روز مصیبتشون رو نسید اینجا یک چیزهایی کارهایی من شما میکنی، از روحانیون شهرتون استفاده کنید و بندگان خدا را اونها را خداوند فرمود فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینها رفتن علوم معارف تحصیل کردن، به زبان قرآن آشنا شدن که بیاین به سوی قوم خودشون، طایفه خودشون، تا اینها رو معارف تعلیم کنن، اینها رو از عواقب بدشون انذار کنن، بیم بدهن، اینها رو انسان بسازن. کار آخوند روحانی انسان سازیه، کار انبیا انسان سازیه، مهمترین کاری که در عالم هست انسان سازیه، کار انبیا انسان سازیه و شاگردانشون پیروانشون که روحانیون واقعی هستن کارشون آدم سازیه انسان سازیه. شما نهال وجودتون رو بدید دست شب دست اونها، شب روز یک ساعت پیش میشه حرف بشنوید آقایان، ما دلمون میخواد که اجتماع ما اجتماع انسانی باشه. یکی آمده خدمت امام صادق، آقا از اون سوال فرمود از کجا میایی؟ یه آبادی رو اسپرد از اونجا، مردم اونجا چطورن؟ عرض کرد آقا همه مسلمان، همه شیعه، همه از پیروان شما و خیلی خوب اینا. خب صحبت کردین، خب خیلی پس با هم دیگر الفت دارید؟ خب بله بله آقا بسیار. بعد آقا از اون سوال کرد فرمود حالا شما شیعیان ما در اون آبادیتون با هم دیگر الفتتون، اعتمادتون، اعتمادتون به هم دیگر، شما که شیعه هستید، برادر هم دیگرید، به پیروان ما هستید، اعتماد شما اینطور هست که اگر رفیق بغل دستتون، مجاور شما، یه دکاندار دیگر، شما مثلا یکی از شما در دکانش، در مغازهش، دکانش نی متاعی آوردن میخواید بخرید، پولی احتیاج دارید اینا، بروید به مغازه رفیق بغل دستتون، ایشون نیست، شما کشوش رو بکشید و پولی که مقداری که احتیاج دارید بگیرید و متاع رو بخرید و کارتون در، بعد اون رفیقتون که آمده بگید آقا من از کشوی شما، دخل شما اینقدر پول برداشتم اینها، و تقدیم میکنم با هم دیگه این طوری ایمان اعتماد داری؟ گفت آقا تا این اندازه خیر، به دخل هم دیگر و کشوی هم دیگر و مغازه هم دیگر اینها نه، ما هنوز از ترس همدیگر خونه ها رو قفل میکنیم. چرا قفل میزنیم؟ مغازه ها رو چرا قفل میزنیم؟ خونه ها رو چرا قفل میزنیم؟ چند قفلش میکنید؟ نمیدونم چه کارها میکنید؟ بچه از همدیگر میترسیم؟ اینا برای چی؟ برای که من از شما میترسم، شما از من میترسید آقا دیگه. گفت آقا به این اندازه نه خیر، اعتماد و ایمان به همدیگر نداریم. فرمود پس نیستید و شیعه به کمال نیستید، اون مسلمان به کمال نیستید.
اگر اون طوری شدید راست میگید، اگر به اون وضع هستید راست میفرمایید. شما که از هم دیگر ببینید میترسید که، و به وقتش میبینید که چه مفاسدی به بار میآورید. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، آمدن شما رو بیم بدهن از عاقبت وخیم بدکاران، که خودتون رو گرگ نسازید، خودتون رو حیوانات نسازید، خودتون رو جهنم نسازید. خداوند شما رو نیافرید که شما جهنم بوده باشید و جهنمی بوده باشید. خداوند شما رو نیافرید بل مثلا ازل و هوش و حشرت در باره شما صادق بوده باشه. خداوند شما رو انسان آفریده، شاهدن و مبشرن و نذیر را بشارت بدهد از عواقب خوشتون، و شما رو بیم بدهد از عواقب اعمال بدتون. هیچ کس کسی را نکوهش نکند مگر خودش را، و بداند که هر کسی مهمان سفره خودشه. و جناب رسول الله در شب معراج، که معراج سفرنامه اون رسول الله و شرح حال مردم رو بیان می‌فرماید، آخه یه لفظ معراج اینها رو باید هر بشنوید عزیز من. نه هنوز شما، ما اکثری اجتماع ساحل پیمایی، کجا کلاس درس و بحث دارید؟ کجا به اسرار دینیتون خواستید آشنا بشوید؟ و چه عرض کنم دیگه، خداوند رهبر عظیم این کشور رو، رهبر بزرگوار این کشور رو صحیح و سالم و تندرست بدارد انشاءالله. و هر کس در راه اعلای معارف و احیای حقایق و نشر معارف است، بار اله بر توفیقاتش بیفزا. خداوند شما را عاقبت به خیر بفرما. بس نباشه؟ بس دیگه من. بس باشه. با اجازه شما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقتدار. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، آمریکا و انگلیس و همدستانشان بارها حریم آبی و هوایی کشورمان را نقض کردند، که با پاسخ قاطع ایران مواجه شدند. اولین برخورد جدی در سال 1382 در پی ورود نیروهای آمریکایی داخل مرزهای ما بود، که به بازداشت آنها انجامید. در سال 1383 نیز سه شناور انگلیسی با 8 سرنشین که وارد آبهای ما شده بودند توسط سپاه دستگیر شدند. بیشترین تجاوزها تقریباً در سال 85 صورت گرفته، که با کشتار نیروهای ایرانی دشمن عقب نشینی کرده است. سوم فروردین 1386 آخرین تجاوز